نخستین دوره مسابقات ملی قرآن به همت مرکز قرآن بانوان وابسته به آستان مقدس عباسی در عراق برگزار شد. بانوان شرکت کننده در این دوره از مسابقات در رشته های حفظ سه جزء نخست، حفظ پنج جزء، حفظ ده جزء و حفظ 20 جزء از قرآن رقابت می کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آستان مقدس عباسی در مرحله مقدماتی این مسابقات دویز حافظ قرآن از استانهای مختلف عراق شرکت کردند که در نهایت 53 شرکت کننده به مرحله نهایی راه یافتند و طی دو روز در شهر مقدس کربلا با یکدیگر به رقابت پرداختند هدف از برگزاری این مسابقات ترویج فرهنگ قرآنی تقویت ارتباط معنوی بانوان با کتاب خدا و فعالسازی نقش قرآن کریم در زندگی روزمره افراد بوده است. بر اساس این گزارش سید احمد صافی متولی شریع آستان مقدس عباسی طی سخنانی در آین اختتامیه این مسابقات ضمن توصیه به برگزاری چنین برنامه هایی بر لزوم جذب بیشتر بانوان قرآنی و تشویق آنان به حفظ و مداومت بر تلاوت و تدبر در آیات قرآن برای پرورش نسلی آگاه و اخلاق مدار تأکید کرد. در آین اختتامیه این مسابقات از نفرات برتر رشته های مختلف و اعضای کمیته داوری تجلیل شد.